هر چند وقت یک بار ممکنه یک حادثه ناگوار رخ بده و همه ما رو ناراحت کنه. همه خیلی کنجکاویم و دوست داریم اطلاعات بیشتری راجع به حادثه کسب کنیم و البته بعد از مدتی هم فراموشش میکنیم. فرقی هم نمیکنه که سیل باشه یا زلزله، یک هواپیما سقوط کرده باشه یا یه حادثه تروریستی رخ داده باشه. در پیاده روی و پژوهش این هفته میخوام باهاتون راجع به پروژه‌ای صحبت کنم که خودم و همکارام انجام دادیم و چون سعی کردیم که توجه جمعی به رخدادهای ناگوار رو مطالعه کنیم. مهمترین چالشی که وجود داره در راه بررسی و مطالعه توجه جمعی اینه که چطور میخوایم میزان توجه رو اندازه بگیریم. یه روش میتونه این باشه که تعدادی از افراد رو تصادفی انتخاب کنیم و ازشون بپرسیم که آیا خبر مربوط به حادثه رو شنیدن و اینکه چقدر این خبر براشون مهم بوده. جدای از اینکه این روش خیلی هزینه بر و زمانگیره، این مشکل رو داره که خیلی دقیق هم نیست. کار دیگه که میشه کرد اینه که توجهمون رو به کاربرای اینترنت معطوف کنیم و رفتار اونا رو بررسی کنیم و سعی کنیم از این طریق میزان توجه جمعی رو اندازه بگیریم. به طور خاص کاری که ما کردیم این بود که هولوهوش 200 ثانیه هوایی که بین سالهای 2001 و 2015 رخ داده بود رو در نظر گرفتیم و اومدیم شمردیم که هر وقت یک حادثه رخ داده بود چه تعداد بار صفحات مربوط به اون حوادث در ویکی‌پدیا مشاهده شده بود و چه تعداد افراد اون صفحات رو مطالعه کرده بودن. البته خب تمامی افراد جامعه به اینترنت دسترسی ندارن و تمامی کاربر اینترنت هم از ویکی‌پدیا برای جمع‌آوری و دونستن راجع به اتفاقات مختلف استفاده نمی‌کنن. اما این روش حداقل به ما این فرصت رو میده که میزان توجه جمعی به اتفاقات مختلف رو با هم مقایسه کنیم. یعنی که بیایم ویژگی‌های زمانی اون رو بررسی کنیم و ببینیم که چقدر طول می‌کشه که مثلا به صورت جمعی دیگه یه حادثه برای ما مهم نباشه و در واقع اونو فراموش کنیم. اولین نتیجه که پیدا کردیم این بود که یه تفاوت فاحشی وجود داره بین حوادثی که منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر میشه و حوادثی که تعداد کشته شده اونها کمتر از 50 نفره. میزان توجه معطوف شده به دسته اول وقایع، اونایی که 50 کشته و بیشتر داشتن، خیلی خیلی بیشتر از اونایی که تعداد کشته شده توشون کمتر از 50 نفر بوده. البته تعداد کشته شده ها تنها عامل در واقع تعیین کننده در میزان توجه نیستش. مثلا ملیت مسافرها یا اینکه حادثه کجا رخ داده و عاملش چی بوده. این بررسی ها میتونه خیلی پیچیده بشه. کاری که ساده تره و ما انجام دادیم این بود که بیایم ببینیم که شرکت هواپیمایی که به حادثه مربوط میشه کجا قرار داره و به چه کشوری متعلقه. نتیجه که اینجا گرفتیم خیلی جالب بود. در واقع حوادثی که به شرکت‌های آمریکایی مربوط می‌شدن، حتی اگر تعداد کشته شده‌های برابری داشتن با حوادثی که به شرکت‌های هوایی آفریقایی مربوط می‌شدن، هولوش 50 برابر بیشتر توجه جلب کرده بودن. در واقع یک مرگ آمریکایی 50 برابر توجه بیشتری به خودش جلب می‌کنه تا یک مرگ آفریقایی. اگر همه مقایسه رو بین شرکت‌های اروپایی و مثلا شرکت‌های قاره اقیانوسی انجام بدیم، می‌بینیم که بازم میزان توجهی که به یک شرکت هواپیمایی اروپایی شده وقتی یک حادثه هوایی رخ میده، هولوش 16 برابر بیشتر از توجهی که به شرکت‌های قاره اقیانوسی میشه. این مشاهدات البته مربوط میشد به ویکی‌پدیا انگلیسی. وقتی ما بقیه زبان‌ها رو بررسی کردیم دیدیم که تفاوت اونجا هم وجود داره. البته تو هر زبانی توجه بیشتر به هواپیماهایی بود که مربوط میشدن یه جوری به گویش ورای اون زبان مشخص، اما در بیشتر مواقع توجهی که به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میشد خیلی خیلی بیشتر از شرکت‌های آفریقایی و آسیایی بودش. موضوع دیگه این بود که چه مقدار طول میکشه که ما در واقع توجه جمعیمون کاهش پیدا کنه و خیلی راجع به حادثه کنجکاو نباشیم. این میزان هولوش 5 تا 10 روز هستش و جالبه که خیلی ربطی به اینکه چه تعداد افراد کشته شدن نداره. در واقع چه 10 نفر کشته شده باشن در ثانیه هوایی، چه 100 نفر، میزان توجه ما بعد از هولوش 5 تا 10 روز به شدت کاسته میشه و در واقع به صورت جمعی اون حادثه رو فراموش کرد. خب در واقع این میزان توجهی که ما به وقایع مختلف نشون میدیم و سوگیری هایی که داره موضوع جدیدی نیستش. همه ما میدونیم که توجه بیشتری به افرادی که به ما شبیه ترن، به ما نزدیک ترن و یا ما ازشون به نوعی نفع میبریم همیشه بیشتر بوده. یا اینکه در واقع توجه جمعی ما عمر کوتاهی داره.
اما در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که رفتار ما در اینترنت و این موضوع که بیشتر رفتار ما در اینترنت از خودشون یک ردپای دیجیتال به جا میذارن، برای اولین بار به پژوهشگرا این فرصت رو میده که یک همچین مسئله رو به صورت کمی و علمی بررسی و مطالعه کنن. برای حل یک مشکل خیلی وقتا تنها چیزی که ما نیاز داریم یک آینه است که بتونیم توی اون آینه خودمون رو ببینیم. اینترنت و داده‌هایی که روی اینترنت تولید میشه میتونه برای ما نقشه آینه رو بازی کنه.